قوانین اسلام و قانون اساسی اسلام باید به دست اشخاصی که یه مقدار لااقل اسلام رو بدونن، یعنی چه؟ علاقه داشته باشن به اسلام، دشمن نباشن با اسلام. به دست اون اشخاصی که اسلام را اصلش مخالف با طریقه های خودشون میدونن، بلکه مخالف با تمدن به اصطلاح اونها میدونن. البته اون تمدنی که اونها میگن مثل تمدن شاه هست دیگه، دروازه تمدنی. این مقدرات را دست اینها ندند. ملت ما مقدراتشون را دست این اشخاصی که به اصطلاح خودشون روشن فکر، نه روشن فکری، روشن فکرها بسیارشون خوبن، اونایی که علاقه به اسلام ندارند، اینا هم از گفتار و اعمال سابق و لاحقشون معلوم میشد که اینا چیند. در تمام این مدتی که همه این ملت فریاد میکردن جمهوری اسلامی، این بیچاره ها برای تقیه هم یه دفعه نگفتن جمهوری اسلامی. اینا از اسم اسلام همچه میترسن که شیطان از بسم الله میترسن. اینا و حق هم دارن بترسن، برای اینکه اسلام جلوی شهوات را میگیره. اسلام نمیذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون را میکنن. با زنها لخت برن اونجا، بعد زنها لخت برن توی شهرها، کالایی که زمانه طاغوت میشد. و همچه کاری اگر بشد پوستشون را مردم میکنن. مسلمان مردم نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند. تمدن اینا این هست. اینا از تمدن اینا میخوان. اینا از آزادی اینا میخوان. آزادی غربی میخوان این هست. این رو اگر یک هم چیزی بشد، اینها را ما خواهیم تکلیفشون را معین کرد و دولت هم معین کرد. در وقت دولت طوری که وزیر کشور گفتن، گفتن ما دلوش رو گرفتیم. اگه نگیرن مردم میگیرن. مگه مازندرانی ها میذارن یا رشتی ها میذارن که باز کنار دریاشون مثل اون وقت باشد؟ مگه بندر پهلوی ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مسئول اجرا اشتراط بشن؟ مگه میذارن اینها را؟ تمدن های اینا این است و آزادی که اونا میخوان همین، اینجور آزادی. برن قمار بکنن و با هم لخت میشن و با هم چه میشن، این آزادی. آزادی در حدود قانون است. اسلام از فساد ها جلو گرفته و همه آزادی ها را که مادین فساد باشه داده. اینی که جلو گرفته فساد هاست که جلوش رو گرفته. و ما تا زنده هستیم نمیگذاریم این آزادی هایی که اونها میخوان تا اندازه که میتونیم.